دوستان عزیز، من امروز من یک مقداری میخواهم با شما در واقع از تبعیض علیه ایرانیان صحبت بکنم. بعد بخشی از معماری در ایران زمین رو خواهیم دید و بعد در بخش دوم برنامه حوزه باستانشناسی ایرانویچ یا BMAC و حوزه های در واقع مجاور باستانشناسی و مجاور باستانشناسی اون مانند آندرونووا رو که من شانس اون رو داشتم که در این کشفیات باستانشناسی در کنار باستانشناس بزرگی مانند ویکتور ایوانوویچ سریانیدی باشم، حضور داشته باشم، کمی درباره این کشفیات با شما صحبت خواهیم کرد. اما چه شد که من نتیجه گرفتم که درباره تبعیض علیه ایرانیان با شما صحبت کنم؟ ببینید دوستان، من از سال 2012 تا به امروز که تقریبا پایان 2017 هست، نزدیک 5 سال و اندی، نزدیک 6 سال در واقع تمام موارد تبعیض علیه ایرانیان که در میدیاهای فارسی زبان و گهگاه انگلیسی زبان منتشر شده است رو در صفحه فیسبوکی به نام Say No to Discrimination Against Iranians یا نه به تبعیض علیه ایرانیان، من اون رو ثبت و ضبط کردم. از همان سال 2012 که تحریم ها شروع شد، من متوجه شدم که این تحریم ها به هیچ عنوان علیه حکومت ایران نیست. این تحریم ها در واقع مردم ایران رو هدف قرار گرفته است و چرایی اون رو به شما توضیح خواهم داد. مردم ایران و کشور ایران رو هدف قرار گرفته است، نه حکومت ایران. از سال 2012 من همه اینها رو ضبط کردم، اما دوستان از اونجایی که در واقع بیشتر ما ایرانیان از اونجایی که از دست حکومت اسلامی به شدت در واقع معترض هستیم و به شدت مخالف هستیم، ما این کم حاضریم که هر کاری انجام بشود و فکر میکنیم که هر کاری که در جهان و در جامعه جهانی انجام میشود، این به نفع تغییر حکومت در ایران است. من باید به عنوان کسی که مطالعاتی داشتم در زمینه جامعه شناسی، در زمینه علوم سیاسی و در زمینه‌های تاریخی، باید با شما چند نکته رو بررسی بکنم. امروز برای من راستش دلیل اینکه این رو میگم یک واقعه بسیار ناگواری رخ داد که من رو شوکه کرد. البته من این رو بگم که برنامه های ما ضبط هست و به خاطر مشغله کاری که من دارم، در واقع ما برنامه های یک ماه رو شاید در عرض یک هفته ضبط بکنیم. بنابراین من نمیدونم که کی به دست شما این برنامه خواهد رسید. اما آنچه که اینجا هست این است که من پسر 8 ساله‌ای دارم به نام آریان که تقریبا 9 سالشه و این پسر در کشور دیگری با مادرش زندگی می کند. امروز من به خاطر اینکه پسر من بیمار شده بود، من به یکی از بانک‌های استرالیا رفتم و از اونجایی که علیه این بانک شکایت کردم، متاسفانه نتوانستم، نمیتونم که از نظر قانونی اسمش رو بگم تا زمانی که در واقع مرحله لوسویت ما تمام بشود، اون پروسه قانونی تمام بشود. و مبلغ $1000 میخواستم که برای این پسر بفرستم. مبلغ زیادی هم نیست، اما مبلغی است که حالا در ایران دوستانی که ایران هستن گمان نکنن، در کشورهای غربی اینو شاید برای یک هفته لازم باشد کسی بتونه با این زندگی بکنه. به هر حال من برای هزینه های درمانی رو خواستم این مبلغ رو بفرستم و با تعجب بسیار متوجه شدم علارغم اینکه پسر من در کشور دیگری به جز ایران است و علارغم اینکه من شهروند کشور دیگری به جز ایران هستم از نظر قانونی سیتیزنشیپ، اما چون محل تولد من در ایران هست، بنابراین نمیتوانم که این پول رو براش بفرستم. اینجا بودش که خب من تصمیم گرفتم که دیگر این شوخی رو بگذارم کنار. این یک نه تنها توهین که یک جنایت است که پدری نتواند برای پسرش هزینه های درمانیش رو بفرستد. از این رو بود که با وکیلم تماس گرفتم و یک شکایت رسمی علیه این بانک ثبت کردم.
من کمپینی رو البته از سال 2012 علیه تبعیض به خاطر کارهایی که داشتم و کارهایی که مجبور بودم در کشورهای مختلف انجام بدم متوجه این تبعیض‌ها شده بودم، اما این تبعیض‌ها معمولاً مسائلی بود که مربوط به کارهای شغلی و حرفه‌ای می‌شد. هیچگاه تا حالا با تبعیضی که علیه سلامتی و در واقع مسائل خانوادگی تا حالا روبرو نشده بودم، که این رو هم امسال دیدیم به برکت برجام. اما آنچه که من باید به شما بگویم دوستان، من راستش مانند خیلی از دوستانی که در زمینه کامپیوتر فعالن، من زیاد شبکه باز نیستم، یعنی سوشیال نتورکینگ یا شبکه های اجتماعی رو زیاد روی اون وقت ندارم که وقت بگذارم، و برای همینم از کمپینی رو که از سال 2012 راه انداختم که Say No to Discriminations Against Iranian هست، یا نه به تبعیض علیه ایرانیان، که صفحه فیسبوکی هست، زیاد انعکاس نیافته است. من امیدوارم که دوستانی که در این زمینه تخصص دارن مثل خانم مسیح علی نژاد و غیره به این مسئله بپردازند، به خاطر اینکه ما با تبعیض تنها در درون حکومت ایران مواجه نیستیم. سطح جامعه جهانی ما رو داره سرکوب میکنه، یعنی این مردم ایران رو داره سرکوب میکنه. اگر این تبعیض ها، اگر این تحریم ها واقعا علیه حکومت ایران بود، خب میشود فهمید که هیچ گونه پولی نباید به ایران ارسال میشد یا برعکس. اما موضوع اینجاست که موقعی که پای در واقع حکومت ایران میرسد، بخشایی از حکومت در آمریکا پول نقد هم در هواپیما، پولهای میلیارد دلاری، بیلیون دلاری برای مقامات حکومت در ایران به صورت نقد و کش میفرستند. اما موقعی که پای یک ایرانی میرسد که میخواهد پسرش رو درمان کند، $1,000 نمیتواند بفرستد برای فرزندش. چنین جنایاتی در تاریخ ثبت خواهد شد همانند هولوکاست، و این جنایت علیه بشریت است. این یک نژاد پرستی آشکار است، و نژاد پرستی امروزه دیگر ربطی به رنگ پوست ندارد. نژاد پرستی در تعریف بزرگتر آن و در تعریف علمیتر آن، هر نوع تبعیضی است که بر شما تحمیل می شود به خاطر آنچه که شما نمی توانید آن را تغییر دهید، و محل تولد یکی از این تبعیضها هست که چون شما نمی توانید آن را تغییر دهید و تبعیضی بر شما وقتی که تحمیل می شود به خاطر محل تولد، این یک نژاد پرستی آشکار است که بسیار تأسف آور است که در کشورهای غربی که خودشان در واقع از که بنیانگذاران حقوق بشر در جهان هستند، چنین تبعیض آشکاری تنها علیه یک ملت و آن ایران وجود دارد. این تبعیض آشکار در تاریخ محکوم خواهد شد. این تبعیض آشکار برای غرب و تمدن غربی ننگاور است. این تبعیض آشکار تبعیضهایی رو که ابتدا در زمان نازی‌ها علیه یهودیان شروع کردند رو و بعدها به کشتار و قتل عام اونها در واقع ختم شد رو یادآوری می‌کنند. بنابراین ما بی شک دچار یک دسیسه تاریخی هستیم که هدف اصلی از آن به آن است که کشور ایران رو به خاطر داشتن منابع فراوان طبیعی و انسانی جلوی رشد اون رو بگیرن و تحت تحریم قرار دهن. موقعی که اعلیحضرت در ایران بودند به خاطر روابط خوب با غرب چنین چیزی امکان نبود. برای همینم هست که دوستان غربی تصریح کردند به روی کار آمدن حکومتی در ایران رو که ضد غربی باشد تا بهانه های کافی رو به اونها برای تحت تحریم قرار دادن ایران بدهد، و این کار رو به خوبی به حدود نیم قرن است که دارند انجام میدهند و چنین با ما مردم ایران بازی میکنند. در گذشته تنها بهانه های حکومتی بود. امروزه یک ایرانی مانند من رو که 21 سال از خارج از ایران زندگی میکنم رو و شهروند قانونی کشور دیگه ای هستم، به خاطر محل تولد که نمیتونم تغییرش بدم، مورد در واقع تبعیض قرار میدهند. من از دوستان خواهش میکنم که عکس شماره 16 رو نشون بدن.
بله، در عکس شماره 16 همونطور که میبینید شما، این یک اسکرین شات هست از صفحه اول این صفحه فیسبوکی که من اون رو از سال 2012 دائم اون پیگیر اون هستم و تمام موارد تبعیضی که علیه ایرانیان آمده است رو در اون من ثبت کردم و من از تمام دوستان خواهش میکنم که خودشون، دوستانشون، آشنایانشون به این صفحه بپیوندن، این صفحه رو به اشتراک بگذارن، شیر بکنن و نگذارن که صدای ما در جهان خاموش بشه و چنین بیرحمی ها و تبعیض های علیه مردم با شرافت ایران در جریان باشه. ما عرب نیستیم، ما مسلمانان آفریقایی نیستیم، با مردم ایران اینگونه نمیتونن رفتار بکنن و نباید بکنن و ننگی برای خودشان در تاریخ خواهد بود. این در واقع صفحه‌ای هستش که say no to discriminations against Iranians یا نه به تبعیض علیه ایرانیان هست، که تمام موارد تبعیض، از تبعیض‌هایی که پزشکی شده است، از جمله امروز من فرصت نکردم هنوز این رو وارد این صفحه بکنم، تبعیضی که برای خودم و پسر خودم پیش آمد رو باید در این ذکر بشود، نوزادان و کودکانی که می‌خواستند به آمریکا برای عمل جراحی بیان به اونها در واقع ویزا داده نشده است، دانشجویانی که به اونها پذیرش داده نشده است یا ویزای اونها تمدید نشده است، بازرگانانی که اموالشون مصادره شده، پولاشون فریز شده و امکان مصادره حتی بین کشورهای دیگه، نه با ایران، با کشورهای ثالثی رو هم نداشتن، یعنی در کشور سوم و چهارمی به خاطر محل تولدشون نداشتن، تمام اینها باید در واقع در این صفحه ثبت شده است و شما می توانید به اونجا بروید. هدف اصلی تحریم ها من به دوستان بگویم که آن است که کشور ما رو مانند کوبا و یا کره شمالی بکنند، که با تحریم حکومت عوض نمی شود. آن کسانی که من درک می کنم که چقدر شما از جمهوری اسلامی ناراحت هستید، من هم همین گونه، ولی بدانید دوستان با تحریم حکومت عوض نمی شود، با تحریم ملت و کشور عقب می افتد، همانند کوبا که تحت شدیدترین تحریم ها بود، در بیخ گوش آمریکا هنوز کمونیست ها در اونجا قدرت دارند، مانند کره شمالی که تحت شدیدترین تبعیض ها هست، هنوز در کمونیست ها در اونجا قدرت دارند. اما چه شده است این تحریم ها؟ نتیجه این تحریم ها آن شده است که مردم کره شمالی عقب بیفتن، مردم کوبا عقب بیفتن و امروزه سوار ماشین ها و اتومبیل هایی بشن که در دهه 50 و 60 میلادی در فیلم های عصر طلایی هالیوود اونها رو شما میبینید. بنابراین آنچه که مسئله هست، آنچه که در واقع در ایران در حال وقوع هست، یک سناریوی کامل از آن است که ملت ایران، مردمان ایرانی، کشورهای حتی همسایه ایران که ریشه با ما رو دارن، مخصوصا کشورهای دیگر رو که افغانستان مدت ها دچار این توطئه هست و در واقع حالا دیگه نام نمیبرم که طالبان رو چه کسی به وجود آورد و برای چه و راجع به کمربند سبز آقای کیسینجر صحبت نمیکنم، ولی هدف اصلی که انقلاب ما هم جزوی از همون کمربند سبز آقای کیسینجر بود، باید من علیه شوروی بود، باید این رو عرض کنم به شما که نتیجه این سیاست ورزی ها عقب افتادگی شدید مردم ایران خواهد بود در آینده و این رو دوستان بدانند که تحریم به هیچ عنوان باعث تغییر حکومت در ایران نخواهد شد. درباره و مردم رو عقب میاندازد، هر جا که حکومت کارش به تنگنا برسد، این دوستان برای آنها پول نقد و در کش و در هواپیما میفرستند که دریافت بکنند. برجام هم هیچ گونه تغییری در این تحریم ها و این تبعیض هایی که علیه مردم ایرانی، ایرانی تباران و حتی زاده های ایران است، ایجاد نکرده و همچنان مردم در واقع تحت تحریم هستند و برجام در واقع یک نوع خلع سلاحی بود برای اینکه زمینه حمله به ایران آماده بشود. با برجام ایران رو خلع سلاح کردند تا به بهانه دیگر به ایران حمله کنند و این حمله هم متاسفانه گمان نمیبرم که به قصد آزادی مردم ایران باشد و اگر هم انجام بشود چیزی مانند حمله بوش پدر به عراق خواهد بود، نه حمله بوش پسر. دوستان من
یک بار دیگر از شما خواهش میکنم که به این صفحه فیسبوک بپیوندید و در واقع یک صدا در برابر تبعیض علیه مردم ایران و این نژادپرستی آشکار که در قرن 21 با وقاحت تمام علیه مردم ایران جریان دارد شما بپیوندید. من از دوستان خواهش میکنم که برای بخش دوم برنامه که درباره حوزه های باستان شناسی در ایران باستان هست، بخشی از فیلم معماری در ایران باستان بخش دوم رو نشون بدن تا ما پس از این فیلم درباره حوزه های باستان شناسی در ایران باستان صحبت بکنیم. دوره ساسانی دوره برجسته دیگری در تاریخ رازیگری ایرانی است که از ویژگی های گونگون برخوردار بوده و معماری آن از سبک های گوناگونی ریشه گرفته است. سازه گنبد که در زمان اشکانیان بیشتر در ساختمان مهرابه ها و پرستشگاه ها و رصدخانه ها به کار می رفت، در این دوره کاربرد آن چنان گسترده شد که در ساختمان کاخ ها نیز به کار گرفته شد. اردشیر بابکان، نخستین پادشاه ساسانی، کاخ فیروزآباد در شهر گور را به سبکی مشابه با شیوه های پارتی ساخت و آن را فر اردشیر نام نهاد. ویژگی این کاخ بدین سبب است که نمایشگر آغاز گامی نو در تاریخ ساختمانسازی ایرانیان به شمار می آید. در مهرازی این کاخ، گنبد سازه نمادین مهرازی ایرانی آشکارا به چشم می خورد. در زمان ساسانیان نیز سازه گنبد نمادی دینی فلسفی بوده است، ولی این بار گنبدهای نوکتیز نمادی از شراره و شعله آتش نماد دین نو زرتشتی ساسانیان بودند. شگفتا که پیروان دیگر دینها نیز تا به امروز ندانسته و ناآگاه به معنای نمادین گنبد این نماد مهرازی ایرانی را در ساختمان‌های کلیساها، مسجدها و پرستشگاه‌هایشان به کار می‌برند. یکی دیگر از بزرگترین و گیراترین بازمانده‌های هنر و مهرازی ساسانیان، کاخ خسرو یا همان تاق کسرا در تیزفون است. این کاخ در زمان شاپور نخست در نیمه دوم سده سوم مسیحی ساخته شد. ساخت تالار چهل ستون در جهان کهن نمونه هایی بیشمار دارد، اما برای نخستین بار در ایران و در تخت جمشید بود که رازیگر پارسی به وسیله چوب کنار توانست اندازه میان دو ستون را به بیشترین میزان خود پیرامون 6 گز یا 6.4 متر برساند. ایران نخستین و کهن‌ترین کشور جهان است و پیشینه‌ای به درازای هزارها دارد. پس دور نیست که هنر و دانش معماری جهان وامدار پیشینه 10,000 ساله رازیگری آن باشد. برای یافتن این ریشه ها و ردپای ایرانیان در هنر و معماری جهان باید موشکافانه تاریخ را از نو بررسی کرد. دریغ که در ایران کنونی به تاریخ مهرازی و انجام پروژه های بزرگ مهرازی با شیوه و شگرد ایرانی کم بها داده می شود. هنر و دانش معماری یا همان مهرازی پدید آورنده فضا و اتمسفر فرهنگی برای تنفس فرهنگی و هویتی جامعه و هازمان هر کشوری است. به راستی مهرازی ایرانی و ساختمان‌های ساخته شده بر آن پایه ششهای فرهنگی مردم ما به شمار می آیند. دریغ و درد که سال هاست ششهای ما بیمارند.
خب دوستان عزیز، من خیلی امیدوارم که بخشی از این فیلم رو دیده باشید. کار بزرگی که ما داریم میکنیم و این کار هم بایکوت شده به وسیله تمام رسانه‌های در واقع دولتی غربی، از جمله بی بی سی، از جمله رادیو فردا، صدای آمریکا و غیره. طرح فیلم‌های میراث جاویدان ایران باستان هست که این 120 فیلم مستند هست، داکیومنتری هست برای در واقع فرهنگ جاویدان ایران باستان، و این کار تا حالا، به بزرگی این کار و به حجم این کار، تا حالا در تاریخ ایران انجام نشده است. ما در ادبیات کارهای بزرگی چون شاهنامه رو داریم، اما در فیلمسازی کارهای بزرگی به این حد درباره در واقع ایران باستان نداشتیم و این نخستین نوع در خودش هست و این کار کاریست بی نظیر. به هر حال دوستان، درباره ایران باستان افزون بر این فیلم ها، اجازه بدید که ما کمی با هم امروز صحبت بکنیم درباره در واقع حوزه های باستانشناسی ایرانی. من این حوزه های باستانشناسی رو بسیار خوب میشناسم به خاطر اینکه از زمانی که من در واقع تحصیل میکردم با یکی از باستانشناسان بزرگ دنیا آشنا شدم، با وجودی که در دانشکده دیگری بودم، ولی با آقای ویکتور ایوانوویچ سریانیدی آشنا شدم و از اون موقع که فهمیدم این مرد بزرگ حدود 30 سال در اون موقع که من باهاش آشنا شدم و حتی بیشتر، تا حدود 40 سال از عمر خودش رو صرف کاوش‌های باستانشناسی در منطقه باستانشناسی ایران بیچ یا باکتریا مارگیان آرکیولوژیکال کمپلکس کرده است و همچنین در مناطق دیگری مانند آندرونوبا، من تصمیم به همکاری با ایشون رو گرفتم. در 10 سال آخر عمر این روانشاد ویکتور ایوانوویچ سریانیدی، من با ایشون رابطه بسیار نزدیکی داشتم و در کاوش‌های باستانشناسی که در نزدیک مرو در صحرای قرقوم در تپه گنور انجام می‌شد و همچنین در برخی از کاوش‌های دیگر که در تپه‌های دیگر باستانشناسی صحرای قرقوم بود، من با ایشون این افتخار این شرکت و همکاری رو داشتم. دوستان عزیز، در گذشته تاریخ دانان و باستانشناسان همواره سعی بر این داشتند که تاریخ قدیم جهان رو به مصر ببرند. امروز شگفتی های عظیمی در واقع رخ داده است و کشف های بزرگی انجام شده است، کاوش های در واقع شگفت‌آوری انجام شده است در منطقه‌ای که سکونتگاه نخستین آریاییان یا نخستین هندو ایرانیان و ایرانیان بوده است که آن منطقه خراسان بزرگ و خوارزم بوده است. در این منطقه که به حوزه باستانشناسی خوارزم آن حوزه باستانشناسی آندرونوا نامیده می شود و حوزه باستانشناسی ایرانویش آن حوزه باستانشناسی BMAC یا باکتریا مارگیانا آرکیولوژیکال کمپلکس نامیده می شود، در واقع در این حوزه های باستانشناسی کشف های بسیار بزرگی از تمدن آریاییان باستان انجام شده است. در قدیم اینها رو به دروغ نسبت مردمان بومی می دادن، اما امروز خوشبختانه با پیشرفت علم ژنتیک و با در واقع آزمایش استخوانه های این مردم که در گورستان های آنها باقی مانده است، مشخص شده است که هاپلوگروپ پدری اینها یا وای دی ان ای اونها هاپلوگروپ های آروان ای و آروان بی هست که هاپلوگروپ های 100% ایرانی، ایرانی باستان و هند اروپایی است، و این هاپلوگروپ ها در واقع حتی با وجود اینکه خطایی که به دست آمده از این حوزه هنوز کاملا خوانده نشده است، اما آزمایش در واقع استخوان‌ها نشان می‌دهد که مردمانی هند اروپایی بودند و ایرانی بودند. این حوزه های باستانشناسی که از بنیان در واقع از کاشفان آن باستانشناس بزرگ روس که یونانی تبارشون البته بود اما در شوروی زندگی میکرد، به اسم ویکتور ایوانوویچ سریانیدی هست و من این افتخار رو داشتم که در 10 سال آخر عمر ایشون از سال 2003 تا 2013 با ایشون همکاری داشتم.
در حوزه باستانشناسی BMAC که در ارتباط بسیار نزدیک به حوزه باستانشناسی تمدن سند در شمال هندوستان هست که در یا در پاکستان فعلی هست، نشان داده است که این حوزه های تمدنی بسیار با همدیگه همکاری داشتن. این حوزه تمدنی از آزمایش های کربن 14 و همچنین آزمایش هایی که روی سفال ها با تکنولوژی ویژه فلورسنت انجام می شود نشان داده است که حوزه های تمدنی حدود 5000 تا 7000 سال پیش از میلاد مسیح قدمت دارند. این حوزه های تمدنی بسیار کهن‌تر از مصر بسیار کهن‌تر از بابل هستند و در واقع و تمدن های بسیار پیشرفته تر دارند. حوزه های تمدنی که پیدا شده است نشان دهنده است در آنجا خانه های منظم، سیستم شهری منظم، دش ها، کاخ ها، سیستم آبرسانی، سیستم فاضلاب و همچنین شواهدی بر دانش های پزشکی، شواهدی بر دانش های ستاره شناسی، شواهدی بر خط در این مناطق پیدا شده است و همچنین این مناطق در همکاری بسیار زیادی با حوزه تمدنی سند در شمال هندوستان بوده است و نشان می‌دهد که از اینجا کم کم به شمال هندوستان و بعدا به سیستان ایران که حوزه تمدنی شهر سوخته هست ایرانیان باستان کوچ کردند. این تمدن رو که ما تمدن میترایی می‌نامیم و برای نخستین بار از اون روانشاد زبیح بهروز متوجه اون شده بود از نخستین ایرانیان که حتی پیش از این حفاری‌ها با حفاری‌های ابتدایی که یک آمریکایی در بخشی از در یک تپه باستانشناسی نزدیک نسا انجام داده بود متوجه در ترکمنستان متوجه این تمدن شده بود زبیح بهروز، اما اون موقع کاوشا به این حد نبود. از دیگر کسانی که در کارهای تئوریک خودشون متوجه این تمدن قدیم بیش از 6000 سال شده بودند آقای فریدون جنیدی هست که با اسطوره شناسی ایران باستان و با سبک بسیار در واقع جدیدی که ایشون بنیان گذاشته متوجه چنین حوزه های باستانی شده بود و همچنین در واقع استاد عزیز جناب سیاوش اوستا یا حسن عباسی که به افتخار این حوزه تمدن استاد اوستا در واقع تقویم 7000 ساله میترایی رو بنیان گذاشتند و امروزه از این تقویم رو سالها استفاده میکنن چون متوجه قدمت این تمدن شده بودند. من از دوستان خواهش میکنم که عکس شماره 111 رو نشون بدن. در عکس شماره 111 همونطور که شما میبینید حوزه های تمدنی نخستین ایرانیان که از آنجا کم کم به سمت بخش های جنوبی تر آمدن مشخص هست. منطقه‌ای که به صورت قرمز بزرگ هست این حوزه تمدنی کلن هند اروپایی آندرو نووا هست که من اون رو حوزه تمدنی خارز مینامم. در این حوزه تمدنی آثار بسیار زیادی نه تنها از ایران که از دیگر اقوام هند اروپایی نیز به دست آمد است. بعدها در قسمت های جنوبی تر شما به رنگ نارنجی حوزه تمدنی BMAC یا باکتریا مارگیان آرکیولوژیکال کامپلکس رو بینید که ایرانیان باستان کم کم به این سمت در واقع آمدن و به این سمت کوش کردن و این جایی هست که در واقع سریانیدی کاشف این حوزه تمدنی هستن. از بلق تا مرو ادامه دارد و آثار بسیار زیادی از در شمال افغانستان و در جنوب ترکمنستان به دست آمده است که شک که در واقع تمام باستانشناسان را برانگیخته است. این حوزه باستانشناسی با اون حوزه‌ای که شما می‌بینید برنگ بنفش هست یا حوزه تمدنی سند یا هاراپا هم می‌گویند با حوزه تمدنی سند نیز در ارتباط کامل بوده است، چون که اشیایی که به دست آمده نشان می‌دهد که اینها با هم داد و ستد داشتند و از BMAC بعدها به این مناطق و همچنین به حوزه تمدنی یاز که حوزه تمدنی سبز رنگ اینجا با رنگ سبز مشخص شده
کوچ کردن. در این حوزه های تمدنی اینا مربوط به عصرهای مختلف تاریخ بشری می شوند، مربوط به عصر سنگ، مربوط به عصر برنز و مربوط به عصر آهن هستند و تمام اونها با آزمایش هایی که روی استخوان ها انجام شده، حتی با وجود اون که خطا کاملا خونده نشده، خطایی که به دست آمده است، ولی با آزمایش هایی که روی استخوان ها مشخص شده است، هاپلو گروپ های پدری آرمان A، آرمان B و هاپلو گروپ های هند و اروپایی هستند. من از دوستان خواهش میکنم که عکس های شماره 1 تا 7 رو نشون بدن. بله، این یکی از شاهکارهای این تمدن هست، تمدن عصر برنز در هست که وسیله آقای ویکتور ایوانوویچ سریانیدی پیدا شد. من این رو خودم دیدم و در واقع از اون عکس گرفتم و این همطور که میبینید اثباتی از وجود آیین میترا یا مهر در بیش از 7000 سال پیش در بیان مردمان ایرانی است. شما از یک سوی گرازی رو میبینید که گاهی به صورت گراز، گاهی به صورت گاو مطرح شده است. در تخت جمشید گاو آمده است و در سمت چپ یا ببر یا یک شیر رو میبینید که این شیر و گاو یا ببر و گراز دائم در جنگ با یکدیگر هستند که نمادی از نبرد نیروهای خیر و شر است و در میان آنها در واقع ما یک عقابی داریم، یک عقاب دو سر که در واقع سیمرغ است و در واقع گریفون هست یا گریفین هست و سمبولی است از داوری میان دو نیروی خیر و شر. عکس بعدی رو نشان بدهم. بله بله، این آناهیتا هست که در همین حوزه باستانشناسی به دست آمده است. عکس بعدی لطفا. در اینجا یکی از قلعه های این بازسازی شده است. طرح اون رو آقای ویکتور ایوانوویچ سریانیدی دادن و تیم ما اون رو بازسازی کرده است و میبینید که یکی از قلعه هایی که در اون موقع در زمان ایرانویچ یا ایران باستان در بین حدود 5000 تا 7000 سال پیش در اون مناطق وجود داشته است. عکس بعدی باز یکی از قلعه ها و نیمه شهرهایی هست. در کنار اون آبادی هایی رو میبینید و قلعه ها و استحکامات دفاعی رو میبینید که بسیار پیشرفته در این منطقه ساخته شده بودند. عکس بعدی باز یک تصویر بازسازی شده دیگه از این قلعه ها هست. عکس بعدی در اینجا شما اون قلعه‌ای که ما بازسازی کردیم رو عکس هوایی اون رو در واقع می‌بینید که یعنی آنچه که به دست آمده است و زیر خاک بیرون کشیده شده است این بوده است که طرح‌ها و زیرساخت‌های شهری کاملا مشخص است. از روی این طرح‌ها و زیرساخت‌های شهری اون دژ و اون شهر بازسازی شده است. عکس بعدی در اینجا نمونه ای از خط رو در حوزه تمدنی ایران میبینید که بسیار شبیه خطهایی است که در حوزه تمدنی سند پدید آمده است و این نشان دهنده آن است که این مردمان هند اروپایی با همدیگه هماهنگی داشتند و خط هیروگلیف پیشینه ای بس کهن‌تر از مصر دارد و در اینجا کاملا مشخص است. دوستان لطف کنند عکس شماره 8 تا 10 رو هم نشون بدن تا ما یک توضیح سریع درباره اون هم بدیم. همونطور که دوستان میبینن در واقع ما اینجا باز نمونه های از خط در حوزه باستانشناسی ایرانویش یا بی ام ای سی به دست آمده است که بسیار شبیه خطی هست که در تمدن سند به دست آمده و این نشان دهنده این است که خط هیروگلیف و تاریخ خط کلن بسیار کهن‌تر از آن چیزی است که امروزه پندارند و در مصر باستان گمان می‌برند که بوده است و در این حوزه بسیار کهن‌تر از آن این تاریخ ها به دست آمده است. عکس بعدی رو لطف کنند دوستان. باز میبینید کشفیاتی که آقای ویکتور ایوانوویچ سریانیدی انجام دادن و شهرهای بزرگی که از دل خاک سر برمی آورند. عکس بعدی همونطور که میبینید این گردونه مهر هست که به آن در غرب سواستیکا میگویند. این نشان دهنده آیین میترا یا میترائیزم در واقع ایران باستان هست و این رو من رجوع میدم به کارهای زبی بهروز، به کارهای شاگردان زبی بهروز و همچنین کارهای استاد فریدون جنیدی، کارهای استاد سیاوش اوستا که بهتر با این آشنا بشوند. عکس بعدی بله تمام شد دوستان. عکس 11 تا 15 رو هم لطف کنن نشان بدهن. بله در اینجا من هستم، در سمت چپ عکس و سمت راست آقای ویکتور ایوانوویچ سریانیدی هست که در یکی از آخرین کاوشایی که داشتیم با ایشون شرکت کرده بودیم. عکس بعدی این هم همان هست. عکس بعدی اینها گورستان های اونجا هست که پیدا کرده بودیم و افتخار اینو من دارم البته
ما نتونستیم مانند استاد سریانیدی شهرهای بزرگ پیدا کنیم یا قلعه های بزرگ، ولی این گورستان است که من خودم شخصا اون رو پیدا کردم و دوستان اون رو در حال کاوش هستند و تمام استخوان ها رو خودم شخصا برای آزمایش دی ان ای فرستادم. عکس بعدی، بله این باز از من هستم. عکس بعدی، بله میبینید که شما با چگونه حفاری ها رو ما در اونجا انجام داده ایم. دوستان در پایان صحبتم باید به این نکته اشاره بکنم که در سال 2013 که ما در آستانه کشف بسیار بزرگ قرار داشتیم، متاسفانه آقای سریانیدی در سال 2013 بیمار شدند و فوت کردند و پس از اون به من دولت ترکمنستان ویزا نداد و رسما ما رو از اون کشور اخراج کردند. هرچقدر که من تلاش کردم که در این سالها در واقع وارد ترکمنستان بشم نشد و این ترکمنستان برای من سخت‌ترین کشور شده است و کشوری است که من اصلا ویزا نمیدهد و این تبعیض رو باید صدا رو بلند کرد و در واقع به گوش همه رساند که دیگر زمانی نیست که در قرن 21 چون این کارهای انجام بشود. اما از اونجایی که گروه های متوجه عظمت این تمدن شدند، جلوی کشفیات بیشتر رو میگیرند و کشفیاتی که آقای سریانیدی در 30 سال و ما در همکاری با ایشون در 10 سال انجام دادیم، حتی به قول آقای سریانیدی 5% از اون چیزی نیست که هنوز زیر خاک است و 95% اون هنوز سربر نیاورده است. ولی با این حال آقای سریانیدی در این باره حدود 30 جلد کتاب نوشتن که من مترجمین عزیز رو دعوت میکنم که این کتاب ها رو از زبان روسی به زبان فارسی و به زبان انگلیسی و دیگر زبان ها ترجمه بکنند. و متاسفانه این تمدن عظیم با آثاری که ما به دست آوردیم در کشتارهای عظیمی که شده است و گورهای دست جمعی که نشان دهنده کشتارهای عظیم اعراب و مغول ها هست، این تمدن ها از میان میروند و امیدواریم که امروزه ما بتوانیم اونها رو باز شناسانیم به مردم ایران و مردمان ایرانی معرفی کنیم. و در پایان، چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم بر زنده یک تن مباد. بیا تا همه تن به کشتن دهیم، مبادا که کشور به دشمن دهیم. بیا تا همه به دشمن شیمن در کمین، به راه پیشمرگان ایران زمین. بدرود.